حفظ یارانه ها و وضعیت انفجاری جامعه. هفته گذشته رژیم ضد مردمی و چپاولگر آخوندی پس از 2 سال تردید و تزلزل، در حالی که از همه سو در محاصره بحران هاست، طرح جنایتکارانه حفظ یارانه ها یا در واقع اعلان جنگ به مردم ایران را به مرحله اجرا گذاشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در پیامی خطاب به مردم ایران، تصمیم رژیم برای حذف سوبسیدها را گسترش جنگ رژیم ولایت فقیه علیه جامعه ایران توصیف کرد و گفت این تصمیم مستقیما مربوط به شرایط بحرانی رژیم، به خصوص پس از قیام‌های بزرگ که هنوز از آن به خود می‌پیچد. رژیم آخوندی برای مقابله با این وضعیت باز هم به اعدام‌های جمعی متوسل شد و در روز دوشنبه در یک اقدام سبوعانه 11 زندانی را در زندان زاهدان به دار آویخت. رئیس کل جنایتکار دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام اعدام شدگان را فساد فل ارض و محاربه با خدا و مقابله با نظام آخوندی ذکر کرد. او تأکید کرد دستگاه قضایی در اجرای دقیق و سریع احکام آخوندها لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. در همین روز یک زن بی‌پناه نیز در زندان قزوین به دار آویخته شد. بیدادگاه دیکتاتوری آخوندی در شهر فسا حکم اعدام یک نوجوان 15 ساله را صادر کرد. این نوجوان که اشکان نام دارد، به جرم انتصابی که در 14 سالگی مرتکب شده، به اعدام محکوم شده است. مقاومت ایران این اعدام‌های وحشیانه، به ویژه اعدام‌های دست جمعی در زاهدان را که مصداق روشن جنایت علیه بشریت است، به شدت محکوم کرد و جامعه جهانی به ویژه دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر را به اقدام فوری برای متوقف کردن این خونریزی‌های وحشیانه توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران فراخواند. در همین حال مجمع عمومی ملل متحد، عالی‌ترین مرجع بین المللی، 57 قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی در ارگان‌های ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر را به تصویب نهایی رساند. این قطعنامه با آرای مثبت 78 کشور جهان به تصویب رسیده است.